قسمت اولش قسمت خیلی مهمی هم هست، این هستش که آیا ما مسیر و هدفمون رو پیدا کردیم تا الان؟ همین الان از خودمون میپرسیم که من اومدم اینجا چی کار بکنم؟ من اینجا چه کاری دارم که انجام بدم؟ وقتی این سوال از خودت میپرسی، یه سری گزینه میاد این بالا سر. یه سری گزینه که دوست داری یه کارهایی انجام بدی. از کجا متوجه بشیم این گزینه‌ای که انتخاب کردیم گزینه درستیه؟ اون گزینه‌ای که اگر براش شکست خوردیم زمین براش، قلبمون براش شکست، درد کشیدیم، شکنجه شدیم براش، وای نستیم، تسلیم نشیم، دوباره بتونیم ادامه بدیم قوی تر. این همون گزینه‌ایه که باید انتخاب کنی برای مسیر و هدف. قسمت دو، نیت. یک چیز کاملا ساده ولی خیلی مهمه و خیلی اثرگذاره. من الان ورزش کارم، من اگر غذا میخوام بخورم به این نیت میخورم که جون بگیرم برم بتونم خوب تمرین بکنم. اگر شب زود میخوابم و خوب میخوابم به این دلیل هستش که من صبحش سر حال برم تمرین کنم، بتونم خوب تمرین بکنم. اگر مثلا با دوستم قرار گذاشتم 20 دقیقه اون دیر کرد، من به جای که با موبایل بازی کنم، اگر نیتم این باشه که هر لحظه از زندگیم رو برای مسیرم استفاده بکنم، به جای که با موبایل بازی کنم، با موبایل مثلا که من که به عنوان ورزش کنم میرم آخرین ویدیوهای حریفامو نگاه میکنم، آنالیز میکنم، یا اینکه اگر دانشجوام بتونم مقالات ISI، آخرین مقالات ISI چک بکنم. مرحله سوم، تلاش. هیچ چیزی به دست نمیاد مگر اینکه تلاش کنی. تلاش به این معنی نیستش که من که مثلا عاشق فریستایلم، فوتبالم، یه توپ دستم میگیرم، شب باش میخوابم، باش غذا میخوام. نه، به صحبت کردن و نشون دادن نیست، به عمل کردنه. عمل کردن، این که ببینی چه کارهایی را برای قهرمان شدن، برای برنده شدن، برای موفق شدن، برای این مرحله که میخوام به سرانجام برسم، چه چیزایی نیاز هست که باید انجام بدم، اونا رو انجام بدم، تلاش کنم برای رسیدن به اون. دو تا تلاش داریم، این یه تلاش. تلاش دوم خیلی مهمتره، تلاشی که شما رو یهو میبره جلو، نیتروه، یهو میزنه میبره جلو. بهش میگم تلاش هوشمندانه، تلاشی که اسمارت باشه. یعنی چی؟ یعنی این که من از نقطه های ضعفم رو من پیدا میکنم، رو اونا کار میکنم و تبدیل به نقطه قوت میکنم، حتی اگر دوست نداشته باشم اونا رو کار بکنم، حتی اگر درد داشته باشه، حتی اگر رنج داشته باشه، ولی من این کار رو انجام میدم با عشق و علاقه، با انگیزه. این همون دلیلی بود که گفتم اگر درد بکشی بگی آی جان درد، من عاشق این دردم، چون تو مسیرم دارم حرکت میکنم. و نکته دومی که نقطه قوتت رو قوی تر بکنی. شما اگه برای نقطه قوتت هم وقت بذاری قوی تر کنی، خاص میشی، منحصر به فرد میشی، الگو میشی، خفن میشی، همه تو رو نشون میدن. اگه متخصص باشی دره ناکجا آباد هم بشی میگن تو. مرحله آخر، چهار، صبر. خیلی مهمه صبر. صبر داشته باشی برنده میشی، صبر داشته باشی قهرمان میشی، صبر داشته باشی به جایی میرسی که ممکنه هیچکی به اونجا نرسیده. صبر فقط باید داشته باشی، نه یه روز، دو روز، ماه، سال. تو هر چقدر صبر کنی قوی تر میشی. میوه تو با صبر به دست میاری، نتیجه کارت با صبر به دست میاری. این همه تلاش میکنی، این همه زحمت، همه این مراحل انجام میدی، اگر صبر نداشته باشی نتیجه نمیدی. پس کاملا ایمان داشته باش از ته قلبت که باید با صبر من نتیجه میگیرم. خیلی هم میگن من بک‌گراند خوبی ندارم، خانواده خوبی ندارم،
شرط مالی خوبی ندارم، من در نمیدونم دور افتاده زندگی میکنم، امکانات نیست، شرایط بده. اینا از نظر خودت شرایط بدیه. تو از کجا میدونی اگر امکانات داشتی میتونستی موفق بشی؟ نمیدونی. این از نظر خودت شرایط بدیه. ولی شک نکن اگر از ته قلبت ایمان داشته باشی، اینا بهترین شرایطی هستن برای تو که بتونی موفق بشی، برای تبدیل به کسی بشی که هیچ کسی نشده. و یه چیزی هم من بگم، هیچ کسی شما نیست، هیچ کسی احمد رضا نیست. ما خدا همه ما رو متفاوت و منحصر به فرد آفرید. از پایه من سه هیچ از بغلیم جلوه، فقط کافی خودم رو پیدا بکنم، روش کار بکنم، همه این نکاتی گفتم رو انجام بدیم، چقدر دنیا خفن میشه. بعضی موقعا من میبینم طرف میگه نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست، شرایطش نیست. من اصلا اینا رو میشتم میخوام اصلا گریه کنم، اشکم بیا. بابا این همه نعمت، از دم و بازدم بگی سلولای بدنه، این همه اتفاقی دورت هست که همه اینا برای اینه که تو موفق بشی. اصلا به این یه لحظه فکر کن، انگیزت میاد اینجا. من موی تنم سیخ میشه هر وقت به این مسئله فکر میکنم که این همه نعمت من چجوری شکر کنم. نیت اصلی، هدفت چیه؟ من قهرمان بشم، من به این درجه علمی برسم، خب بعدش چی؟ خب یه بار دیگه قهرمان بشم، خب بعدش چی؟ یعنی پاشم برم بمیرم تموم شد؟ نه، ادامه داره. پس اینا نمیتونه هدف باشه، اینا مسیره که تو رو برسونه به اون هدفه، اینا ابزاره. هدف چی میتونه باشه؟ به کمال برسی، به خدا نزدیک بشی، الهام بخشت یه نفر، دو نفر، ده نفر، هزار، میلیون ها نفر بشی، بیدار کنی ملتو، دنیا ببین چقدر خوب میشه، چقدر خفن میشه. فقط فکرشو بکن، هدفت این باشه که جلا بدی اسم خدا رو، عشق کنه خدا، بگه بابا دمت گرم. دا عاشق ماست، پس بدون شک اون بهترین شرایط رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم پیشرفت بکنیم. اگر ما از ته قلب ایمان داشته باشیم، کوچکترین استرس و نگرانی نباید داشته باشیم، باید با قدرت تمام بریم جلو و تلاش بکنیم. البته اگر تنبلی کردیم و شرایط رو برای خودمون بد کردیم، مقصر خودمون هستیم، ولی خدا عاشق ماست، باز مسیر برگشت رو به ما نشون میده که بتونیم به هدفمون برگردیم، چون خدا عاشق ماست. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اینکه اثرگذار باشه.